گرامی داشت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، اشرف سه بهمن 1401. در زمستانی که از آتش قیام شعله ور شده، به گرامی داشت انقلاب ضد سلطنتی ایستاده ایم. انقلابی که به گفته برادر مسعود نه مرده و نه خاکستر شده، بلکه در مداری بسا بالاتر تداوم پیدا کرده و بیگمان به پیروزی خواهد رسید. ایران سراسر آتش، آتش جواب آتش. ایران سراسر آتش، آتش جواب آتش. جامعه ای سرنگون، ولایتش باشه. با همه شور و باوری، شورشی و جنگ آوری. با ارتش آزادی، نبرد تا پیروزی. با ارتش آزادی، نبرد تا پیروزی. هر لحظه با قیامی، آتش بری نظامی. روز خروشان شهیدان ما، ضامن آزادی ایران ما. روز خروشان شهیدان ما، ضامن آزادی ایران ما.
ببینید که مأموریت و نقش ضد تاریخی این خمینی این بوده است که آتش فشان گدازان انقلاب ضد سلطنتی رو سرد و خاموش بکنه و اون انقلاب رو دقیقاً از همون نقطه ضعفش، به اصطلاح از همون پاشنه آشیلش، یعنی از نقطه ضعف رهبری کنندش، فقدان رهبری ذی‌صلاح، به فساد بکشونه، به انهدام بکشونه و جامعه و تاریخ ما رو به عقب برگردونه. و اگرم تونست حتی میهنمون رو هم بپاشونه. بنابراین من امسال هم تکرار میکنم در چنین سال روزی که یقیناً خمینی بزرگترین بلیه سیاسی و اجتماعی و مذهبی تاریخ ایرانه. خلاصه بگم آزمایش وجود و لا وجود ایران و ایرانیست که وجود برای ایران و ایرانی حقه یا لا وجود، بقا یا فنای فرهنگ و میهن و تاریخ و تمامیت کشور ما لا جرم به غلبه یا شکست ما در نبرد با این ارتجاع ضد تاریخی مشروطه. یعنی امروز مردم ایران درگیر سهمگین ترین نبردها و پنجه در پنجه درنده ترین گرگ‌های تاریخ این سرزمین هستند. دشمنی که قدرت سیاسی و مذهبی و اقتصادی رو تماماً در یک نقطه، در نقطه خمینی، در چنگ گرفته و اون رو صرف سرکوب خلق ما میکنه. اصلاً رمز و راز تاریخ معاصر ما همینه. فرجام همین مبارزه تاریخی است. مأموریت تاریخی خمینی به دلیل شکست قطعی ایدئولوژیکیش، به دلیل افشای داخلی و بین‌المللیش، به دلیل ضربات کاری استراتژیکی که از مقاومت دریافت کرده، به یمن خون شهدا، به یمن رنج و شکنج اسرا به نتیجه نرسیده. و حالا دیگر او بایستی گور خودش رو گم بکنه. راستی که این مهنت عظیم، یعنی خمینی، تجربه خمینی و بلای خمینی، آزمایش بزرگ همین نسلی بود که خمینی کمر به انهدامش بسته بود. وقتی میگیم انقلاب نوین ایران از همین جا، از همین ضرورت و از همین حتمیت سرچشمه میگیره. اگر در ادامه انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران که امروز سال روز اون هست نخواسته باشیم که شاهی که از در رفته از دروازه شیخ فاتحانه برگرده و با حلول توی کسوت شیخ قبای مذهب هم بپوشه و سلطنت دینی پیشه بکنه، می باید که با نفی بنیادین نظام ارتجاعی شیخ اون انقلاب رو، انقلاب ضد شاهی رو، به انقلاب نوینی تعمیر کنیم و ارتقا بدیم. بعد حاصل این دو نفی، نفی شاه و نفی خمینی، البته رهایی پایدار آزادی است، با این تفاوت که اون یکی انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی، به خاطر کمبود خصیصه آگاهی و سازمان یافتگی مثل یک اقیانوس خودجوش و پرخروش بود، ولی بی سامان و بی سازمان در سطح گسترش یافته بود. با گل آغاز کرد ولی سریعاً به گلوله کشید. ولی این یکی انقلاب نوین، اگرچه راه خیلی پر فراز و نشیبی طی کرده، اگرچه با گلوله آغاز کرده، ولی اونچنان اعماق رو در نوردیده که بی تردید به گل خواهد نشست و گل خواهد داد، گل صلح و آزادی در یک بهاران مستمر رهایی و ترقی. مسعود رهبر ماست، پیروزی از آن ما.
تا پایان.